کنه. رو دست خوردم البته ها، فکر می‌کردم پژمان خونه است امروز، گفتم امروز مهمونی بگیریم، بعد یه دفعه صبح که شد گفت من جلسه دارم. اول جبران میکنم به جاش. توی همچین سوسی خوابیده این چند ساعت رو و کاملا مزه دار شده. دادش پیش ما میخوری؟ میشه جونتون؟ نه من میخوام چیزای دیگه مصرف کنم. ببین اینه، فکر کن یه درسته نگار بیاد هم برمو سبزی رو بخونه، خیلی ستا بخونه. بله بله بله. چی میخوایی بخونی؟ یک سری شعر. یک سری شعر. خب بیام ببینم نفسه چکار کرده، چکار کرده؟ بیا بیا اینجا، بیا 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 اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، این کنارش یک کمی باز شده بوده. اینم نقطه، این تیکه بزرگی واسه شما. مرسی. آخه یه برگ جدیدم در آورده اینجا، بچه داره. اینجا هم چند تا هست، اینا جدیدن، ندیده بودمشون. 4-5 تا با همه. خیلی گل بی آزاری این سانسویلیا. بشینم اینجا. سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه، اوضاع بر وفق مراد باشه، کاراتون رو به راه باشه و اینکه سرحال باشید و پر از آرامش. چیکار میکنید؟ من که دیدید مشغول کارم. گلا امروز وقتش بود که آبشون بدم و خاکشون هم خوش شده بود. مهمون دارم امشب، به لیلا جون گفتم که بیاد با مهموناش، یعنی خواهر شوهرش رو دعوت کردم برای شام که دوره هم باشیم، چون پژمانم اومده دیگه یه دوره همی میچسبه، گفتم که غروب بیاید دیرم نیاد. کار آنچنانی ندارم، کارا رو انجام دادم. الانم ساعت ببینیم چنده، داره نزدیک 9:45 میشه. بچه ها رفتن مدرسه، کسی خونه نیست، پژمانم رفت جلسه داشت، منم کار آنچنانی تو خونه ندارم. گفتم برم باشگاه که باشگاه ورزشم رو هم رو برنامه انجام داده باشم، بعد برگردم دیگه تدارک شام رو ببینم. شامی هم که میخوام درست کنم نیاز نیستش از الان دست به کار بشم، اول برم ورزشم رو انجام بدم که خیالم راحت باشه، بعد برگردم خونه سر حوصله کارای شب رو انجام بدم. شما مگه دوست داشتید با ما باشید؟ من پاشم لباسم رو بپوشم برم باشگاه تا دیر نشده، برگردم تا قبل از ظهر.
خب دیگه الان چند ساعت گذشته، من از باشگاه اومدم و کارام رو همه رو انجام دادم، فقط مونده میز پذیرایی رو بچینم، غذا رو درست کنم، هم منتظر پژمانم که برسه هم مهمونا. پژمان یه ساعت زودتر از مهمونا میرسه و یه سری خریدم داشتم که من انجام بده. فر رو گذاشتم داغ بشه، مرغ مزه دار کردم، نه توی مواد خوابوندم، الان 5 ساعتی هست، 4-5 ساعته که تو مواد استراحت کرده. طرز تهیه این مرغ رو قبلا توی کانال یاد دادم، لینکش رو میذارم ببینید. الان میخوام بچینم تو سینی فر بذارم داخل فر. اینم مرغ هاست که گذاشتم طعم‌دار شده، ببینید توی همچین سوسی خوابیده این چند ساعت رو و کاملا مزه دار شده. الان که اینا رو بچینم توی سینی، همین سوس رو میریزم روش، با همین میپزه. گذاشتم داخل فر، آب برنج رو هم گذاشتم، الان ظرفای پذیرایی رو آوردم، میخوام توشون رو از خوراکی خوشمزه ای که پژمان از ایران آورده بچینم. از این خورما خیلی خوشم اومد، خورمای کپکاپ، بازشم نکرده بودم از دیروز که آورده، یه گفتم که لیلا اینام بیام باز کنم اینجا با هم دیگه بخوریم. کنجدیه اردم داره فکر میکنم. میزم داریم میچینیم دیگه، مهمونا کم کم میان. یکی از مهمونام که اومده. خیلی مهمونه. سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب مهمون داریم، چه مهمونی. البته خودم اومدم واتی مهمونه دیگه. آره دیگه، من سفر بودم، تازه اومدم، امروزم حالا روز اول کاری بود، رفتم قسمت آسیایی، 2-3 ساعت فاصله داشتم. کل زحمت ها افتاد گردن نسرین جان. نسرین جان مرسی، دست رو در نکنه. رو دست خوردم البته ها، فهمی کردم پژمان خونه است امروز، گفتم امروز مهمونی بگیریم، بعد یه دفعه صبح که شد من جلسه دارم. اول جبران میکنم به جاش. حالا از این به بعدش دیگه از این به بعدش با من دیگه، شما بشید بالا همه کار من انجام میدید. از این به بعدش رو که میگی، از این به بعدش قسمت شیرین داستانشه دیگه. بالاخره بعد اینا خورده بشه، این همه زحمت کشیدیم، تدارک دیدی، شام خوشمزه رو درست کردی. آره. من تا میتونم تعریف میکنم تو بخورو بابا چه تو خستگی در بیار. آره مرسی، لازم مرسی، انشالله که همیشه
دوره هم همه جمع باشن و مهمون داشته باشیم و حالمون خوب باشه. ان شاءالله همه دوره هم باشن. یه زنگ هم بزنیم لیلا اینا ببینیم کجا. اینم تحچینمون، بذارمش روی گاز که تا شام اومده میشه اینم دم بکشه. چی؟ بازش کن. لیلا جونم اومد. سلام، چطوری؟ خیلی خوش اومدی. یه ذره دیر اومدی. از قیافم معلومه که چقدر بیرون بودم، راه رفتم. از صبح بیرونه. آره، از صبح بیرون. ساعت 9 خورده یا اینا رفتیم بیرون. الان رسیدیم. ولی که بچه‌ها گفتن شیرینی اینا چی بگیریم؟ رفتیم تو مغازه، مدلای مختلف داشت. بعد گفتن شیره نداشته باشه، یه بخواد خیلی شیرین باشه بتونیم بخوریم. سلیقه‌ها همه یکسانه. آره. خیلی بچه‌ها افتاد روی کیک‌ها، پسند کردن بچه‌ها. به به. گفتن سپر شکلاتی خیلی دوست داره. آخه چیزی نمی‌خواست. نیشه جان نمی‌دونم. اینو به دل سپر کاکایی گرفت. به سلیقه سپر مون تا همه میپسندن. همه دوست دارن. دست به درد نکنه، بازش کنی. بیارمش الان با چای بخوری؟ آره، استقبال میکنم چون ما خیلی بیرون بودیم. الان رسیدیم. آره، خستم. بچه‌ها خرید داشتن. خب. ولی دیگه هر چی می‌خواستن پیدا کردن. خب، خدا رو شکر حالا تونستید خریدتون انجام بدین. کیکش. به به. اینو بیاریم با چای بخوریم بعدش. برشش بزنیم. اینم چاییمونه، دم کشیده. اینا تخفیفات خیلی خوب زده. خب. بعد لباس ورزشی ها فوق العاده گرونه. من خب لباس ورزشی من جنس خوب بگیری دیگه. آره. قیمتاشون باله. مثلا شلوار آره. شلوار روی 1500 لیر 1700 لیر و اینها بود. یه دونه خریدم تقریبا 700 خورده لیر. اسکیچرز گرفتم. جدی؟ آره. خب مبارکت باشه. با یه سری برم. بعدم با هم یه سری میریم. خیلی مزه داره وقتی که میری قاطی لباس ورزشی ها. خیلی خوبه. خیلی آره، با هم آبرو خرید ورزشکار منطقه. آره، به سلیقه خودت کیک گرفتم. 4 تا 5 برای سپر میخوام تیکه بزرگ بذارم. به 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 1 2 3 4 5 6 تا لیوانای پروین و داداش عبدالله هم بیارم چون خستانه تو اینا باید چایی بخورید چون مشتی. تو رو تو این استکانه کارباری که کوچولو میخورن اصلا من نمیم به کجاشون میرم دارم بیارم. نه نمیخوام. اینم 9 تا. این تیکه بزرگی واسه شما. مرسی. خواهش میکنم مامان جان. پسرم پیش دستی بیار. ببین هیچی مثل چایی نمیچسبه. آره الان چایی مزه میده. چایی. اونجا چه دکوری درست شده. قشنگ اینو ایمانی میکنم. بیرونم هوا فوق العاده عالیه. اصلا سرد نیست. مهدی امروز میپرسید میگو هوا اونجا چجوریه؟ میگو خوبه پاشه بیا. گفتم مثل همون موقعی که اینجا بودی تعجب کرده و میگو ما اینجا منفی 15 رو پشت سر گذاشتیم. نسرین جان مهدی بود سردتر بود. گفتم چون باد سرد میومد. گفتم اون سلطان احمد رفتن آره. چقدر سرد بود الان اونجوری نیستش. خیلی هوا خوبه. اینو چیکارش کنی؟ چایی تو باید بگیری دستت بری. آره بده بذاری زمین من ورش دارم. دستت درم میکنه میارم برای یکی دستم میارم بریم. بریم. اونجا دکور خیلی قشنگه. اصلا این چیه اینجا درست شده واقعا مثل در کیک میمونه. اینا من شستم بعد زنگ زدید اومدید فرصت نکردم جمع کنم. یه سوال اینا برای کیه؟ اینا هم برای خودمون که تو آشپزخونه ایم خاله. نه مهداد چای منه. دست شما درد نکنه. فقط چای منه نگاه کنید. عبدالله چایمو دیدی؟ بله بله. چای منو می‌خوری نه اینا؟ ببین اینا رو گرفتم مخصوص. دست درد نکنه. آره خوب شد. ما که حریف نمی‌شیم میشه جان. چای سفارشی. آره. چای قشنگ زیر قوری چای دیگه. دلش میشما می‌خوری؟ میشه جونتون. نه من می‌خوام چیز دیگه مصرف کنم. ببین این استکانا نه یخ میشه نه تموم میشه چای. آره سردم نمیشه. نه سرد نمیشه اصلا. بله. نازکم هست سرده. دست درد. نگاه چای نگاه. نگاه جونم خاله.
خیلی خوب اینا خود درست کردی؟ اینا رو پژمان از ایران آورده عزیزم. من درشو باز نکرده بودم که شما بیاید با هم بخوریم. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. مرسی. اینا خوش گذشت. جای شما خالی خیلی خوب بود. دوستان نجای ما. تقریبا سعی کردم یه ایرانگردی کوچیکی هم برم. چه خوبه چه عالی. گرد یز. خوشحالتون. اسمانم رفتی. دست شما درد نکنه. مرسی. حالا وسایل خودت هم هست تو آشپزخونه است. چی دارم؟ سواتی داری؟ گردو برات آورده پژمانم من دست خیلی ممنون. مرسی عزیزم. یاد باشه بهت بده. خب بیام ببینم نفسی چکار کرده چکار کرده. بیا بیا اینجا بیا اینجا رو ببین اینجا رو ببین این کنارش یک کمی باز شده بوده حرارت خورده دست خوشرنگ شده عالیه. از این جهت بگی که قرمزیش معلوم شه اینجوری الان داره قهوه‌ای دیده میشه نور یه جوریه خیلی خوشرنگ شده عالی شده. چند ساعت گذاشتی؟ دو ساعت و نیمه آره. دیگه کامل پخته شده دیگه پخته دیگه قیافش معلومه. دست تو نمیکنه ببینم که آماده است دیگه. خیلی سوال پیچ هم میکنی فکر کنم گرست نشده شبیه گرست نمونه. من روز تو رفتم نهار دونه خوردم جاتون خالی. آخونو دیده میگه برنجم آماده است یا نه. ببین قشنگ بوش خونه رو برداشته. آخه میدونین چیش بد بود داشت به شما. من از روی که رسیدم گو برینجا رو تازه دم کردم در اونا رو اصلا برندم. خب اینم که روش فوی بود تو فر بود دیدم نمیرسیم چیه. آره نمیرسم چیه ولی بوش میومد. سپرزه یه بهتر بگیم. نه بوش میومد بو تشکیس میارم دیگه. آره ولی الان خودش اصلا یه چیز دیگه. حالا آمادش میکنین. خواهش میکنم برنجا هم داره دم میکشه تازه تو پلو پزم هست. بله بزن مهتادم صدا بزنم. مهتا خوابه نگاه کن یه تستش بزن ببینیم منی بچشم فرنریزه رو دیگه مشکل عوارضه. آره دیگه خونه ای زدن داغه ها چطوره؟ جدی؟ خب عالیه نوشه جونت بخور نوشه جونت داداش عبدالله میخواید برامون شعر بخونی؟ آره دیگه میخوایم امروز یه شب شعر طنز رو بندازیم. آها شعر طنز داریم. آره دیگه هم یلداه هم کریسمسه هم سال نوه کلی اتفاق خوبه. خیلی هم عالی. و اینا الان موقع امتحانات برای بچه‌ها خوب نیست. آره ولی بقیه‌اش دیگه. آره مهداد که خوابیده انرژیشو جمع کنه بشینه سر امتحانش درسشو بخونه. دانش آموزا دیگه مثل قبل نیست که زیاد سخت بگیرن. آره اصلا ما باید اینقدر میترسیدیم از امتحان و بعد چند قبل شما آماده میشیم. بله استرس بچه‌ها ریلکسن. انگار. این شعری که داداش عبدالله میخواد بخونه تولید محتوای برای یک کانالشون درسته؟ بله بله. خب پس دوستان حتما این شعری که امشب خونده میشه از کانال شما ببینن. دوستانی که خب علاقمندم به شعر، ادبیات، فرهنگ کلا در مورد این چیزها میخوایم توی این کانالمون در مورد این چیزها صحبت میکنیم. اگه دوست داشتن تشریف بیارن اونجا شاهنامه میخونیم نظامی میخونیم شعر طنز میخونیم میگیم میخندیم ولایک میذاریم تو میبریشون گرده. خیلی هم عالیه. خیلی تشریف بیارید خوشحالمون میکنیم. الان همونجوری که جمع ما رو گرم میکنین ویدیوش رو هم تو کانال میذارین دوستان اونجا ببینن. بله چی میخوایی بخونی؟ یک سری شعر پول کم شد فول کم غرق فل بحر الفسوس است این طرف منگول و نا غرق فل بحر الفلوس است آن طرف شنگول و کم ظاهرن گر نحنو قلنا ذره حرفون حساب تعلمون دایبتون گوشه گلبول کم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه تو خونه هاتون خنده باشه
برکت به داداش عبدالله ویدیوش رو گرفت تموم که شد دیگه بوی غذای ما هم رو افتاد، برنجا قشنگ دم کشیده، بوی تحچین هم رو افتاده، معلومه که هر جفتش دم کشیده. بریم وسایل رو آماده کنیم، شامو بیارم که فکر کنم دیگه الان بهشون مزه بده. سپر مامان ترشی و زیتون و نوشیدنی ها رو از یخچال بیار. باشه. اون ماسترم بیار، همون ماسته که جدید گرفتیم. پرشی رو گذاشتی؟ آیه اینو بذار ببینیم اینجا چه خبره. به 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 الان موقع باز کردن در قابل ما شدی یا نه؟ هی تقریبا هنوز اجازه نده در قابل ما. اینم بذار ماما، میخواستم ماست و خیار درست کنم یادم رفته. اصلا در قابل من ما نکردم و اصلا بازش نکردم. نه دست نکردم. زیتون ها زیتونش خیلی خوشمزه بود. خوشمزه؟ خیلی. حالا بریم سراغه چی داری درست میکنی؟ ماست موسیر. دست درد نکنه. دوست داری؟ خیلی. با این غذا میچسبه. خیلی. نوشین جونه تو کابینتو که نریختی به هم. کابینتو از دید داداش عبدالله آره همون مدلیه که نمیخواد. الان صداش میکنم میاد وایستا. نه تو رو خدا میاد میزنه به هم. من با این همه کار با هم وایستم یه سر اینا دوباره بچینم. چه ترشی خوشگلیه. خیلی هم طعمش خوبه. میخوای قاشق بزرگ بدم باید؟ دیگه نیختم. بچشیم. ببین تازه که هست، بوی خیارش میاد. ببینی عطر خیارش هنوز خیلی خوشمزه. خوشمزه. خیلی. حالا باز این بیشتر بمونه بهتر جا میفته. ببین عبدالله عاشق چیزی که توش خیار باشه، ترشی. آها ترشی که خیار داشته باشه. الان عطر خیارش هم معلومه. میخوام برای عبدالله ببرم. عبدالله جان یه ترشی خوشمزه برای تو بردم. ببین چه طعمیه. ریختم بازش بشم. خوشمزه توش خیار داره. اصلا من ترشی هایی که توش خیار داره خیلی دوستم. نوشه جان خیلی خوشمزه. نوشه جان بله جان سر سفره. خب هر کی هرچه خورد خورد بقیهش من میبرم. اون بپیچید برام میخوام ببرم. باشه. میگه که پای سفره هر کی هرچی خورد خورد باقیشو برای من بپیچید میبرم. پاکت کن میبرم. آره باشه عزیزم حتما. ولی من اصلا در برنج تو بر نداشتم. دیگه همونه دیگه. دوستان شاهدن. یه بار آخر لیلا اومد خونمون تازه من دم گذاشتم برنج. سه دفعه در قابلمه رو برش یادته؟ دیگه من این مدلی هم دیگه. الان قشنگ دیگه دم بخوریم. ماسه رو همونجوری میذاریم بیدیم. ماسه رو همینجوری ببریم نه میده جون. باید کاسه میذاریم که هرکی خواست. بیا خاله برمه سمسه درست کرده. فکر کن یه درستن نگار بیادم قرمه سبزی رو بخونم. خیلی ستا بخونم. یعنی فکر کن اگه نگاهت خونه ما باشه عرضم باشه دیگه اصلا اون قرمه سبزی رو نمیافته. آره نه غذایی که دوست داره درست کردم. حالا امروز اولا میگفت تو رو خدا قرمه سبزی درست کن. واقعا آره انا زمستون هم هست قرمه سبزی خیلی بسته. البته این طور خدایی که هم داره میگه دوستان من به شما بگم ما یعنی هر روز هفته دوست داره قرمه سبزی بخوره. این نیستش که مثلا دو ماه پیش خورده. ممکنه سه روز پیش خورده باشه از میگه طور خدا قرمه سبزی درست کنه.
اونجا رو بده. امشب من دیگه وعده آزاد دارم پس. وعده آزادم نداشتی آزادش میکردی؟ مگه میشه؟ آره دیگه من امشب وعده آزاد. آره یعنی ترشیه رو فقط واسه من آوردن گوشتن اینجا. دیگه شما گفتی ترشی میخوای دیگه. آره این ترش خیلی خوشگله. یعنی اصلا ببین دل میبره. ببین چقدر بزرگه این. دهنم آب افتاد. به خدا. به نسلین گفتم که گفتید بر من بذاری ببرم. نه بابا شوخی کردم. حالا من به خدا دیگه زحمت کشیده. اون نمارا اصلا پسن گرم عطله جان جان دلم پای سفره خوابیدی؟ من نمیدونم این غذا بود من خوردم یا تیر بود خوردم گراس کشید اصلا نمیتونم پاشم خیلی خوشمزه بود خیلی خوب بود خیلی خوب بود دستتون درد نکنه من بلند شدم